دلیل عقب ماندگی هر کشور از هر لحاظ، چه اقتصادی باشد، چه از لحاظ امنیتی باشد، چه از لحاظ پیشرفت و بازسازی و آبادی باشد، فقط یک چیز است و هم نبود فهم و آگاهی است. اگر امروز ما میبینیم که زنان هموطنی فکر میکنند که ظلمت، تحقیر، توهین جزء از حقوقشان است، چون زن آفریده شده این حقشان است، دلیلش است که اونا از جایگاه بالایشان خبر نیست. اونا خود را نشناختن، جایگاهشان را نشناختن، مقام والایشان را نشناختن و حقوقشان را نمیفهمن. ناکامورا یکی از شخصیت های است که بی اندازه احترامش را دارم و این شخصیت است که تمام مردم افغانستان، نه تنها من، تمام مردم افغانستان سپاسگزار از خدماتی است که به خاطر مردم ما انجام داده. واقعا کاری که او کرده برای ما خیلی با ارزش است. کسی که کشور امن خود رها کرد، آمد در کشور برای مردمی خدمت کنه که هر لحظه او با مرگ مواجه بود، جایی که واقعا زنده ماندن برای هر کسی چانس است، ولی بازم قبول کرد، آمد و به مردم ما خدمت کرد. 40 سال از عمر خود را به خاطر خدمت به مردم ما صرف کرد و این همچنان انگیزه شد برای ما هم که ما هم همون قسم تلاش که یک کسی خارجی می بر مردم ما انجام میده، یک کسی که وطن خود گذاشته آمده به مردم ما کمک میکنه، ما هم چون یک افغانستان باید ما هم کار کرده باشم به خاطر مردم، یک شروع کرده باشم تا گوشه ای از مشکلات مردم ما را رفع کرده باشم. دو شخص باعث شد که من کتابخانه را خیلی اقدام جدی کنم روش. او اشک دو زن بود. ما فعلا 4 سال است به عنوان نرس کار میکنم و با زنهای زیادی روبرو هستم و با درد و رنج اونا بیشتر در تماس هستم. زنی بود که در شبخانه با ما آمده بودن، دست پایش یک دست و یک پای خود از دست داده بود و در یک از روزهای پیوازی بعد از یک پیوازه رفتن ازش گریه میکرد. دلیل گریهش پرسان کردم، گفت ما در این حالت هستم، حالت که مثلا به من زندگی کردن دیگه معنا نداره، من دیگه ناامید شدم از زندگی، من دست و پای خود از دست دادم، نیم بدن خود، نیم از وجود خود از دست دادم. ولی شوهر در این زمان به جای اینکه به من دلداری بده، به من گفته من دختر خودم میفروشم، در عوضش من به خود زن دیگر میگیرم، چون تو دیگه نمیتونی به من دیگ کاسته کنی، دیگه نمیتونی به من لباسای من بشویی. این واقعا او گریه زن بود که من باعث شدم کتابخانه رو بسازم تا هم زنها این کتابخانه رو من کتابخانه عمومی ساختم، چون دلیل هر عقب ماندگی نافهمی هم زنها سه و هم مردها سه، عدم آگاهیشان هستم. در اولین روزهایی که من کتابخانه رو باز کردم، یک دختر خانومی آمده از اینجا با خاطر مراجعه، گفت من کتاب میخواهم در موردی موضوعش حقوق زن باشه. گفتم این کتاب را چی کار میکنی؟ گفتم من چند سالی است که تصمیم دارم کتابی در مورد حقوق زن نوشته کنم، ولی هیچ کتابی در دسترس ندارم، منبعی ندارم که از اونها آگاهی بگیرم. واقعا این برای من شگفت زده است که من جای جور کردم که زنهایی که آرزوی چیزهای دارن با اونها میرسن. من به او هم لحظه گفتم این کتابخانه را مثل کتابخانه خود فکر کن، هر کتابی که خواسته باشی از تو است، هر کتاب خاصه بدون اصلا نه پولی نه دیگه، به ما جای افتخار است که شما بیاین از اینجا کتاب بردارین و ببرین کتاب نوشته کنین. قبل از اینکه من کتابخانه را آغاز کنم، قسمی که از خیلی کسا مشورت گرفتم، اصلا نظر مثبتی ندادن، میگفتن چیزی که در هلمند نمیشه از رویش پیشرفت کرد او کتابخانه باشه، چون مردم کتابخانه ندارن. و این چیز بود که من اصلا تعجب کردم به خاطر این جواب، چون مردم کتابخانه ما به چی دلیلی نداریم؟ چون کتاب نداریم، چون زمینه به خاطر کتاب دهی به مردم نداریم. ما باید کسی باشیم که کتاب به دست اونا بدیم. مثلا تا وقتی کس طعم چیز نچشیده باشه چطور مزه اون رو بفهمه؟ کتاب همون تو یک چیز است، تا کسی کتاب در دستشان قرار نگرفته باشه، از اون مطالعه نکرده باشه و مزایای اون رو نفهمیده باشه، چطور بفهمه که یک کتاب چقدر مفید است؟